اما پیش از هر چیز بریم به ساختمان خونگیر آمریکا و همینطور به وزارت خارجه آمریکا. با همکارانم آرش علایی و مرضیه حسینی صحبت رو ادامه میدیم. مرضیه، طیف گسترده ای از گزینه ها روبروی بایدن بود. بایدن گفته حالا تصمیمش رو گرفته، اما نمیدونیم دقیقا اون تصمیم چه بوده، کدام گزینه رو انتخاب کرده. همینطوره نیوشا، بایدن دقایق پیشتر هنگام خروج از کاخ سفید و در حالی که به سمت فلوریدا در حال سفر بود رو به خبرنگاران تاکید کرد تصمیمش رو گرفته، اما جملات سه روز گذشته رو تکرار کرده، اینکه ما خواهان افزایش درگیری در منطقه خصوصا با ایران نیستیم. اما اگرچه همزمان با این اظهارات ABC گزارش منتشر کرده به نقل از دو مقام ارشد دولت که به گفته این مقامات دولت بایدن و شخص بایدن به طور مشخص شدت تردید داره که واکنش رو در داخل خاک ایران انجام بده، اما به طور کلی تر رسانه های آمریکا واکنش سه روز گذشته بایدن رو هم تکرار و مشابهی از واکنش بیش از سه ماه گذشته در مقابل ایران قلمداد میکنن. واکنشی که حاکی از سکوت و انفعال هست، چرا که در طول سه روز گذشته جز همین اظهارات محدود دو جمله‌ای که توسط بایدن دقایقی پیشتر مطرح شد یا کنفرانس مطبوعاتی که روز گذشته جان کربی در کاخ سفید برگزار کرد، هیچ جملات واضح و مشخصی در خصوص مواضع دولت آمریکا در قبال حملات اخیر توسط گروه‌های مورد حمایت ایران ذکر نشده، اما رسانه‌ها همچنان موجی از انتقاد بایدن روانه می‌کنند. اینکه دولت بایدن در بیش از سه ماه گذشته تنها به 10% بیش از 160 حمله‌ای که توسط مواضع جمهوری اسلامی ایران به آمریکا صورت گرفته پاسخ داده و همین هم باعث شده که بیش از 100 تن از نیروهای نظامی آمریکا در منطقه از ستان کشته شدن. اما از طرف دیگه تاثیر این بر روی انتخابات آمریکا هم بسیار مورد بحث است. رئیس سابق سیا در مصاحبه‌ای که با رسانه پولیتیکو داشت اینطور ذکر کرده که یقینا انتخابات پیش رو متاثر خواهد شد، به این جهت که واضح است که بازدارندگی آمریکا در منطقه به طور واضح شکست خورده و اگرچه و حتی اگر بایدن به طور مشخص حمله کنه به ایران، ایران توان مقابله نظامی با آمریکا را نداره، اما به خوبی و به راحتی میتونه حزب الله رو بر سر اسرائیل به عنوان یکی از متحدان آمریکا آوار کنه و این مسئله بر انتخابات تاثیرگذار خواهد بود. ممنونم ازت مرضیه. آرش، اونجا در کنگره آمریکا فشارها در این 48 ساعت به دولت بایدن بی امان بوده، چه میگن از هر دو حزب، دموکرات و جمهوری خواه؟ این 48 ساعت از این داستان گذشته است و به نظر میاد که سردرگمی در کنگره آمریکا در مورد این گزینه‌های دولت آمریکا دارد برای پاسخ نظامی به ایران چیست بیشتر و بیشتر می‌شود. در هر دو حزب، جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، افرادی هستند که میگوین آقای بایدن قبل از اینکه هر گونه عملیات نظامی بخواد انجام بدهد باید اینجا بیاید به کنگره آمریکا و مجوز بگیرد. مشخصا سناتورهای دموکرات و بعضی از نمایندگان مجلس مثل خانم جایا پال که عضو فراکسیون پیشروها هست، پروگرسیف ها در حزب دموکرات، میگوید اصلا این مشکل از اونجا آغاز شده است که آقای بایدن نیومده است کنگره از اول اجازه بگیرد، حتی برای اون حملات قبلی هم که انجام داده است به نیروهای نیابتی. اما از اون ور جمهوری خواهان به شدت انتقاد میکنن از سیاست انفعالی که دولت بایدن دارد. امروز خبرنگاران از سناتور تام کاتن از ایالت آرکانزا پرسیدن در مورد گزینه‌های رئیس جمهوری، گفتن یکیش این است که به خاک ایران حمله کنه، دومیش این است که به مواضع گروه‌های نیابتی در عراق و سوریه حمله کنه، سومی این که به دارایی‌های ایران همون که شما گفتید در آب‌های آزاد بین‌المللی حمله کنه، و چهارمیش این است که تحریم بکند. و آقای تام کاتن گفت یک گزینه پنجمی هم وجود دارد، اون است که همه اونها با هم انجام بده. از گفت دولت بایدن ایشون نمی‌داند که منتظر چیست تا بخواهد فشار حداکثری دوباره وارد کند. سناتور دن سالیوان از ایالت آلاسکا گفت دولت بایدن باید بازگردد به سیاست‌های حداکثری دولت ترامپ. سناتور ویکر از ایالت میسیسیپی گفت آقای بایدن خودش رو در موقعیتی قرار داده است که الان با بزرگترین بحران سیاسی سیاست خارجی خودش در طول سه سال اخیر روبروست، و برخی هم الان اینجا در کنگره مثل سناتور تاد یانگ از ایالت ایندیانا میگویند که یک جلسه فوری و محرمانه باید برگزار بشود، تمام سناتورها باید در این جلسه شرکت بکنند. از رهبر اکثریت آقای چاک شومر خواستند
که هرچه زودتر این جلسه رو برگزار کنه. دیروز هم ما شنیدیم زمزمه هایی در مورد این رو، من با گالری مطبوعاتی استناک تماس گرفتن، گفتن دیروز و امروز هیچ چیزی تو برنامه کاری گنجانده نشده است و در نهایت هم الان صحبت های دیگری که دارد می شود این است که چگونه جلوی صادرات نفت جمهوری اسلامی رو بگیرن، چگونه جلوی پول رسیدن پول به جمهوری اسلامی رو ببندن تا شاید بتوانند به نوعی این حملات جمهوری اسلامی رو محدود کنند. ممنونم از دکتر شعلایی، همکارم از ساختمان کنگره آمریکا، و دیگر همکارم مرضی حسینی از وزارت خارجه آمریکا، هر دو از پایتخت ایالات متحده واشنگتن.